سلام عرض می‌کنم خدمت شما بینندگان عزیز. امروز برنامه دیگری رو از مجموع برنامه‌های پنجره‌ای به جهان کتاب رو خدمت شما عزیزان ارائه خواهیم کرد. در برنامه امروز کتب شفای احساسات آسیب دیده و تاریخ هنر رو به شما معرفی خواهیم کرد. در این قسمت نخست برنامه‌مون مطابق سنتی که داشتیم ابتدای کتاب در زمین ادبیات مسیح رو خدمتتون معرفی می‌کردیم. امروز هم خدمت شما عزیزان من کتاب شفای احساسات آسیب دیده رو معرفی خواهم کرد، کتابی که آقای دیوید سیمنز این کتاب رو نوشتند و خانم ژاکلین ایسایان این کتاب رو ترجمه کردند و انتشارات ایلام این کتاب رو منتشر کرد. این کتاب در زمینه خدمت شفای درون هست. در دهه‌های گذشته در زمینه مراقبت شبانی پاستورال کیر شاخه‌ای مطرح شده و بیشتر و بیشتر داره به فعالیت خودش گسترش میبخشه که بهش میگن اینر هیلینگ یا شفای درون. اینر هیلینگ یا شفای درون خدمتی است که به خاطرات دردناک فرد در گذشته، احساسات آسیب دیدشت و زخمایی که در درون فرد هست و با گذشت زمان بر زندگی فرد اثر میگذارن به اونها میپردازه. به یک معنا بخشی از مراقبت شبانی است، ولی در این حال هم تاکید بیشتری داره روی دعا. همین به این خدمت دعای شفای درون هم میگن. طبیعتاً تأثیراتی از روانشناسی گرفته، شاخه ایست که یافته های روانشناسی و بینش های روانشناختی درش وارد شدن، ولی در مجموع میتونیم اون رو بخشی از خدمت مراقبت شبانی، خدمات شبانی و پاستورال کیر بدونیم. آقای سیمنز یکی از افرادی است که در زمینه این خدمت پیشتاز و پیشرو محسوب میشه. سالیان سال است که این خدمت رو انجام میده و چند کتاب بسیار جالب در این زمینه داره که این کتابش به فارسی ترجمه شده. سعی میکنه ایشون این خدمت رو تعریف بکنه که خدمت شفای درون چیست، چرا ضرورت داره. مقدمه کتاب خیلی با بحث خیلی جالبی شروع میشه که او اشاره میکنه به افرادی که سالیان سال به کلیسا میان و او به عنوان شبان سالیان سال با اونها کار کرده، ولی روش های مختلف خدمتی که داره کلیسا، او با موعظه، با تعلیم، با حتی مشورت های شبانی مختلفی که به این افراد میده متوجه میشه که این افراد تغییر نمی کنن. بله، خیلی از اشخاص با همون انضباط های شبانی و خدمات عادی شبانی در دراز مدت ما شاهد تغییر در زندگیشون هستیم، ولی شون اشاره میکنه به افرادی که اگرچه سالیان سال هست که در کلیسا هستن، تجربه خودشون میگن افرادی رو میشناختم در کلیسا که سالیان سال بود که در کلیسا بودند، در هر موعظه شرکت میکردند، در جلسات مختلف بودند، انضباط های شبانه رو رعایت میکردند، روزه میگرفتند، ولی باز هم او میبینه که در زندگی اونها گره هایی هست، زخم هایی هست، مشکلاتی هست که مرتب دارن تکرار میشن و حتی بعد از سالیان سال مراقبت شبانی به معنای سنتیش تغییر عمیقی در زندگی افراد اتفاق نمیفته. و از اینجا مبحث خودش رو شروع میکنه که چطور خدا رو هدایت میکنه، در مسیرهایی وارد میکنه که مشکلات این اشخاص در یک سطح عمیقتر بعد بهش پرداخته بشه و او متوجه میشه که وقتی که او برای این اشخاص به شکل متفاوتی دعا میکنه، وقتی که وقت بیشتری به اونها میده و وقتی که موضوعات دیگه‌ای در مرکز توجه خود و به عنوان شبان و این افراد قرار میگیره، یک اتفاق اساسی در زندگی افراد رخ میده و او در واقع در مورد مبحث شفای احساسات آسیب دیده بعد صحبت میکنه، همون خدمت شفای درون. حالا اگر ما آثار نویسندگان مختلفی رو که در زمینه شفای درون کار کردن بخونیم، برخی از اونها خیلی تاکید میکنن روی موضوع شفای احساسات، شفای احساسات آسیب دیده. برخی از اونها روی شفای خاطرات تاکید میکنن که خاطرات ما باید شفا پیدا کنه. برخی از اونها روی همین ابعاد تاکید میکنن و اینکه کلیت شخصیت ما باید شفا پیدا بکنه. و امروزه در حتی مبحث شفای درون مکاتب و رویکردهای متفاوتی هست. ولی برای آشنایی با این موضوع و این قلمرو به نظر من کتاب شفای احساس آسیب دیده کتاب بسیار مفید است. خب نویسنده ابتدا بعد از اینکه تعریف میکنه ضرورت این موضوع رو و اهمیتش رو و تجربه خودش رو در این مورد بیان میکنه، برخی از اصول مهم این خدمت رو بیان میکنه، توضیح میده در فصول مختلف این کتاب. در فصل نخست اصول کلی و تعریف رو داریم. فصل دوم در مورد اهمیت بخشش آقای سیمنز توضیح میده. تقریبا در تمام مکاتب و رویکردهایی که در
خدمات شفای درون هستن، همشون متفق القول در مورد موضوع بخشش و اهمیت اون تاکید دارند. در زندگی مسیحی بله، اصل بخشش اصل بسیار مهمی است، ولی خیلی از مسیحیان اگرچه فکر میکنند بخشیدن، ولی سالیان سال گاهی اوقات ممکن است رخدادهایی در زندگیشون بگذره، ولی باز اونها ببینن که در مورد اون موضوعات مشکل دارن و ایشون روی موضوع تاکید میکنه که بدون بخشیدن و بخشش شفای عمیق درون نمیتونه اتفاق بیفته و یک امری است که گاهی اوقات به لایه‌های عمیق‌تر شخصیت ما باز میگرده. گاهی اوقات افراد کارهایی در حق ما کردن که چنان آسیب‌هایی که به ما زدن که ما به راحتی نمیتونیم اونها رو ببخشیم و گاهی اوقات حتی اجتناب میکنیم از مواجهه با این موضوع که ما اونها رو نبخشیدیم. فکر میکنیم بخشیدیم و انکار میکنیم این موضوع نبخشیدن رو، ولی وقتی که نبخشیدن در عمق وجود ما هست، مثل خوره وجود ما رو میخوره و مانع میشه برای شفای عمیق درون. پس اولین مرحله و مهمترین مرحله در خدمت شفای درون از دیدگاه آقای سیمنز و همچنین خیلی از افرادی که در زمینه شفای درون خدمت میکنن موضوع بخشیدن هست و در این فصل ایشون به شکل باز خیلی اجمالی در مورد اهمیت بخشش در کتاب اندس صحبت میکنه و اثراتش روی زندگی ما و اونو کاملا مرتبط میکنه به اینکه اگر ما بخوایم در زمینه شفای درون پیشرفتی داشته باشیم، باید ابتدا از این اصل بخشش شروع کنیم. بخشیدن افرادی که به ما آسیب زدن، گاهی اوقات بخشیدن خودمون. خیلی از اوقات ما در مورد بخشیدن خود مشکل داریم و تا خودمون رو نبخشیم شفای درون اتفاق نمیفته. گاهی اوقات از دست خدا عصبانی هستیم و فکر میکنیم عملکرد خدا نسبت به ما اشتباه هست و نه اینکه باید خدا را ببخشیم، ولی باید رابطه‌مون رو با خدا دوباره تعریف بکنیم. همه این مباحث در این فصل دوم ذکر شدن. در فصل‌های دیگه باز اصول دیگه خدمت شفای درون رو ایشون مطرح میکنه، فرصت نمیشه الان به همه اونها بپردازیم، ولی فصل 5 و 6 به طور خاص در مورد عزت نفس صحبت میکنه نویسنده. چقدر عزت نفس مهم هست. عزت نفس یا سلف استیم یعنی اون احساسی که ما در مورد ارزشمند بودن خودمون داریم. من چقدر برای خودم ارزش قائل هستم و خیلی از زمانها افراد ممکن عزت نفس ضعیف داشته باشن. ممکن افرادی باشن که خیلی قابلیت‌ها و توانمندی‌ها دارن، ولی احساسی که در مورد خودشون دارن یک احساس منفی است یا در مورد خودشون احساس بی‌ارزشی می‌کنن. که این احساس عزت نفس ضعیف یا احساس بی‌ارزشی در مورد خود برمیگرده به تجربه ما در زندگی. در اون بازخوردهایی که ما از دیگران دریافت می‌کنیم، واکنش‌هایی که دیگران به ما نشان میدن و تصویر ذهنی که گاهی از خودمون در ذهن ما به وجود میاد و میزان ارزشی که ما برای خودمون قائل هستیم به واسطه این تجربه ناخوشایند با دیگران و اون فیدبک‌ها یا بازخوردهای منفی که دیگران به ما میدن ممکنه باعث بشه که در ما یک عزت نفس منفی به وجود بیاد و ایشون این دلایل به وجود آوردن این عزت نفس ضعیف و منفی رو توضیح میده و راهکارهایی رو برای اینکه ما چگونه از این حالت خارج بشیم و عزت نفس ما شفا پیدا کنه یا یک عزت نفس سالم داشته باشیم ایشون ارائه میده. بعد در دو فصل یک بحث خیلی مفصل در مورد کمالگرایی یا کمالپرستی داره آقای سیمنز که باز به واسطه این عزت نفس ضعیف به خاطر احساس حقارت و به خیلی دلایل دیگر به واسطه بزرگ شدن در خانواده‌ای که ما پدر مادری بسیار سختگیر داریم، انضباط سختی بر ما حاکم هست، ممکنه در شخص یک شخصیت وسواسی به وجود بیاد و یک کمالگرایی که این کمالگرایی ممکنه فرد رو به شدت آزار بده، او رو فرسوده بکنه و شخص پیوسته در زندگیش به دنبال یک کمالی باشه که دست نیافتنی است. او ریشه های این کمالگرایی رو در دوران کودکی دوران بزرگسالی توضیح میده و بعد راه های مقابله با اون رو که چجوری میشه ازش آزاد شد و ازش رها شد و بحث خیلی جالبی در این دو فصل ما میتونیم باش رو برو بشیم. در مورد خود واقعی ما مباحث خیلی جالبی داره که ما ممکنه یک خود کاذب داشته باشیم، از خودمون تصویری بسازیم که خود واقعی ما نیست و باز نویسنده ضرورت روبرو شدن با خود واقعی رو توضیح میده و در کلن در جای جای کتاب روی موضوع نویسنده تاکید داره که برای اینکه شفای درون در ما اتفاق بیفته مهمترین قدم علاوه بر بخشش که ذکر کردیم این موضوع رو، یکی دیگه از مهمترین اصول این هست که فرد با خود واقعیش بتونه روبرو بشه، خودش رو آنچنان که هست بتونه ببینه و ما از روبرو شدن با خود واقعیمون گاهی اوقات فرار میکنیم، اجتناب میکنیم و در خدمت شفای درون نقش مشاور، شبان، کسی که این خدمت رو انجام میده این هست که به فرد کمک کنه که با خود واقعیش روبرو بشه و صداقتی که احساسات خودش و افکار خودش و گذشته خودش رو آنطور که هست ببینه و این ممکن نیست بدون فیض خدا، بدون حضور روح القدس
بدون کمک روح القدس و البته مشاوری که تسهیل میکنه این مواجهه رو با خود واقعی و بعد مواجهه رو با خدا. در خدمت شفای درون ما یک مواجهه با خود داریم و یک مواجهه با خدا داریم. مواجهه با خودی که وخامت وضع رو میفهمیم که چه مشکلاتی داریم، با صداقت با خود واقعیمون روبرو میشیم و بعد اجازه میدیم که خدا حالا آنچه رو که دیدیم شفا بده، اون خود کاذبی که از خودمون ساختیم و زخم‌ها و آسیب‌هایی که از گذشته در ما وجود داره. در مورد افسردگی باز یک بحث خیلی جالبی داره نویسنده کتاب در فصل 11 که باز ریشه‌های افسردگی گاهی اوقات برمیگرده به این زخم‌های عمیق درون، اونها رو بررسی می‌کنه. اجازه بدید خیلی خلاصه بخشایی از کتاب رو با هم دیگه نگاه بکنیم که حال و هوای کلی کتاب تا حدی در ذهن شما شک بگیره. در صفحه 90 قسمتی هست که اجازه بدید این قسمت رو خدمتتون قرائت کنم. در مورد عزت نفس است این قسمت. بگذارید حس ارزشمندیتان از خدا نشأت بگیرد، نه از انعکاس‌های دروغین که ریشه در گذشته‌تان دارد. در واقع شفای عزت نفس ضعیف در گروه تصمیمی است که می‌گیرید. آیا به شیطان گوش می‌دهید که به دروغ‌ها، تحریف‌ها و یأس‌ها متفسر می‌شود و زخم‌های گذشته را به کار می‌گیرد تا شما را به واسطه پندارها و احساسات غیر روحانی و ناسالمی که نسبت به خود دارید اسیر کند، یا برعکس عزت نفس خود را از خدا و کلامش تقویت میکنید؟ و قسمت دیگه ای از کتاب از صفحه 116 کتاب قسمتی رو خدمت شما عزیزان قرائت میکنم. مشکلات عاطفی اغلب ناشی از نگرش دوران کودکی ما نسبت به خدا، مردم و زندگی است. درک ما از پدر آسمانی ما و نیز احساسی که نسبت به او داریم نشأت گرفته از درک ما از والدینمان و احساسی است که نسبت به آنها داریم. درک و احساسی که بسیار در هم تنیده و گاهن مخشوشند. اما احساسات گناهآلود و ضد و نقیص انعکاس صدای خدا نیستند، بلکه اغلب انعکاس صدای پدر، مادر، خواهر، برادر و یا چیزی هستند که در ما نهادینه شده و به ما فشار می آورد. به یاد داشته باشید که ما اکثر الگوهای ارتباطی خود را از نحوه ارتباطمان با افراد خانواده نمونه برداری کردیم. کتاب بسیار مفید و زیبایی است و خواندن این کتاب مفید رو به شما عزیزان پیشنهاد می‌کنیم. استراحت کوتاهی داشته باشیم تا بخش دوم برنامه رو خدمت شما خواهیم بود. خب در این بخش دوم برنامه خودمون می‌پردازیم به معرفی کتابی در زمینه تاریخ هنر، کتاب معروف آقای ارنست گامبریج تاریخ هنر با ترجمه بسیار زیبای آقای علی رامین که نشر نی این کتاب رو منتشر کرده. خب کتاب کمی ضخیم هست بینندگان عزیز، وحشت زده نشید. یکی از اهداف ما در این برنامه پنجره به جهان کتاب این هست که برخی کتابی که به خاطر حجمشون یا شکل و شمایلشون شاید ما رو میترسونن که من چطور میتونم این کتاب رو بخونم، به شما کمک کنیم که نزدیک بشید به این کتاب و ارزش‌های فراوانی که در این کتاب‌ها هست درک کنید و شروع به خواندن این کتاب‌ها کنید. کتاب حجیمی است، خواندنش هم آسان نیست، ولی با توضیحاتی که خدمتتون خواهیم داد سعی می‌کنیم شما رو انگیزه‌مند کنیم برای خواندن این کتاب. و کتاب‌های ضخیم و کمی دشوار مثل کوههای مرتفعی هستند که بالا رفتن از اونها سخت است، زمان میبره، ولی وقتی که به قله این کوه ها میرسید چشم انداز خیلی وسیع به شما میدن که بسیار لذت بخشه. این چشم انداز تپه های کوچیکو میشه سریعتر فتح کرد، ولی اون چشم انداز ها آنقدر لذت بخش نیستند که وقتی شما به یک کوه بسیار مرتفع صعود میکنید. این کتاب واقعا ارزش خواندن رو داره، یکی از بهترین کتاب هایی است که در زمینه تاریخ هنر تالا نوشته شده و واقعا غنیمتی است ترجمه این اثر ارزشمند به زبان فارسی، مخصوصا با ترجمه بسیار سلیس و زیبای آقای علی رامی. واقعا ترجمه کتاب شاهکار هست. نثر آقای گامبریج نثر زیبایی است، ولی آقای علی رامی هم با یک فارسی بسیار شیوا، سلیس و قابل فهم این کتاب رو به زبان فارسی در اختیار ما قرار دادند. در مورد این کتاب خیلی نوشته شده، یکی از پرفروشترین کتاب هاییست که در زمینه تاریخ هنر تا حالا نوشته شده، یکی از معروفترین کتاب ها در زمینه تاریخ هنر هست. کتاب درسی است در بسیاری از دانشگاه هنر
به زبانهای بسیاری ترجمه شده، بارها و بارها تجدید چاپ شده. خود کتاب در سال 1950 نوشته شده ولی از زمان نوشته شدن تا حالا پیوسته در حال تجدید چاپ و ترجمه به زبانهای مختلف است. شخصی در مورد تاریخ هنر آقای ارنست گامبریج، آقای پیر روزنبرگ که رئیس موزه لوور هست، اینطور میگه: تاریخ هنر ارنست گامبریج از چنان شهرتی برخوردار است که میتوان آن را با مونالیزای لئوناردو داوینچی مقایسه کرد. این کتاب آموزش و لذت را در هم میآمیزد. خیلی زیبا توصیف کرده رئیس موزه لوور، این کتاب آموزش و لذت را در هم میآمیزد. با خواندن این کتاب نه فقط شما اطلاعات بسیاری در مورد تاریخ هنر کسب میکنید، آموزشی است، در این حال خواندن آن بسیار لذت بخش، واقعا لذت داره خواندن این کتاب. و کار زیبایی که آقای گامبریج کرده، ایشون در واقع تاریخ هنر رو، تاریخ چند هزار ساله هنر رو در یک جلد سعی کرده بررسی بکنه. تاریخ هنر به معنای بررسی نقاشی، مجسمه سازی و معماری رو، این هنرها رو در این کتاب سعی کرده ایشون بررسی بکنه. و وقتی که برخی از مهمترین نمونه های تاریخ هنر رو ایشون بررسی میکنه، معمولا ایشون نمونه ای از اون کار رو هم در کتابش ارائه میده. شما میتونید نمونه این کار رو هم در این کتاب ببینید و خوشبختانه چاپ فارسی کتاب هم توانسته با کیفیت بسیار خوبی نمونه هایی که آقای گامبریج در کتاب اصلیش از اونها استفاده کرده در زبان، در ترجمه فارسی کتاب هم این نمونه ها هست. و خب بدون نگاه کردن به این نمونه ها شما نمیتونید توضیحات آقای گامبریج رو بفهمید. در مورد هر اثری که توضیح میده، اثر رو شما نگاه میکنید و بعد به توضیحات آقای گامبریج توجه میکنید. واقعا کار سترگیست، کار بزرگیست شما بتونید چند هزار سال تاریخ هنر رو در یک جلد کتاب خلاصه کنید. واقعا کار بزرگی ایشون انجام داده. ایشون از نقاشی های غارهای لاسکو در فرانسه که حدود 10,000 سال قدمت دارن شروع میکنه، تمام تاریخ هنر رو بررسی میکنه تا میرسه به هنر مدرن، تا زمانی که لاغل خودش زنده بود، و در مورد هنر مدرن و نقاشان معاصر و سبکای هنری معاصر توضیحاتی رو میده. و سبک او باز به گونه ایست که فقط یک نقاش رو وقتی که توضیح میده، فقط از اون نقاش خودش رو محدود نمیکنه به اون نقاش، بلکه سبکی رو که اون نقاش درش قرار داره توضیح میده، تأثیراتی که از پیشینیان گرفته توضیح میده، جایگاه رو در تاریخ نقاشی داره توضیح میده. خود آقای گامبریج در مورد این کتابش اینطور میگه: هدف من این بوده است که در میان گنجینه ای از نامها، سبکا و دوره ها که محتوای کتاب های بزرگ تاریخ هنر را تشکیل میدهند، نظمی فهمپذیر برقرار سازم و تاریخ هنر را همچون امواج پیوسته ای از سنت های دگرگون شونده روایت کنم که در آنها هر اثر ضمن پیوند با گذشته رو به سوی آینده دارد. بله، هر اثر در این پیوند با گذشته رو به سوی آینده دارد. و این پیوستگی کتاب و اینکه ما درک میکنیم این اثر نقاشی جایگاهش کجاست، در کل تاریخ هنر کجا قرار گرفته، چه اهمیتی داره، شأن و ارزشش از نظر هنری چیست، اینها رو خیلی زیبا آقای گامبریج توضیح میده و رمزگشایی میکنه از خیلی کارهای هنری که گاهی اوقات ما دیدیم از کنارشون رد میشیم. ولی جالب هست، هر اثری که ایشون بررسی میکنه یک چشم‌اندازی رو به شما میده در مورد اون اثر هنری. برای مثال تابلوی معروف، بسیار معروف مونالیزا یا تابلوی شام آخر داوینچی تحلیل میکنه این آثار رو و به خواننده‌ای که متخصص نیست سعی میکنه کمک کنه که ابعاد مختلف این اثر رو بفهمه، چه از زیباشناسی بهتر درکش کنه، معانی و مفاهیم عمیقی که در این اثر است درکش بکنه. و شما با خواندن این کتاب و همین یک جلد اگر حوصله کنید و این کتاب رو بخونید، یک تصویر و چشم‌انداز کلی از کل تاریخ هنر میتونید به دست بیارید. ایشون نه فقط کارهای هنرمندان بسیار بزرگ و معروف رو بررسی کرده، بلکه برخی هنرمندانی هم که شاید هنرمندان خیلی معروفی نیستن ولی در تاریخ هنر نقش مهمی داشتن، کارهای اونها رو هم بررسی میکنه. خوبی این کتاب این است که فقط به تاریخ هنر در غرب محدود نیست و به هنر شرق هم نیم نگاهی داره، اگرچه تخصصشون خیلی هنر شرق نیست ولی بازم اطلاعات شگرفی در زمینه هنر شرق داره. و مثلا فصل هفتم
به هنر شرق، جهان اسلام، چین از قرن دوم تا قرن سیزدهم توجه کرده و اشاراتی مرتب به هنر شرق هم میکنه. ولی خب عمده تمرکز این کتاب بیشتر هنری است که در جهان غرب میگذره و همونطور که گفتیم از غارهای لسکو شروع میکنه و از هنر مصر و بین النهرین و جزیره کرت شروع شده کارش رو شروع میکنه و بعد هنر یونانی رو بررسی میکنه، هنر رومی رو بررسی میکنه، هنر کلیسا، نقاشی های مذهبی، مجسمه سازی مذهبی، دوره رنسانس و همینطور تحولات بعدی، دوره باروک، کلاسیسیسم، رومانتیسیسم تا دوره مدرن، همه در این اثر بسیار ارزشمند آقای ارنست گامبریج منعکس هستند و ایشون همه این آثار رو بررسی میکنه. باز نکته جالبی که در کار ایشون هست این هست که ایشون وقتی یک دوره هنری، یک اثر هنری رو بررسی میکنه، سعی میکنه تا حدی که امکانش هست برخی زمینهای تاریخی و فرهنگی که باعث به وجود اومده اون دوره تاریخی شد اون رو هم ذکر کنه، چون ما بدون بررسی اون زمینهای تاریخی و فرهنگی نمیتونیم که اثر هنری رو درک کنیم. برخی کتابهای تاریخی هنر خیلی روی جنبه تکیه میکنن، مرتب در حال تجزیه و تحلیل زمینهای فرهنگی و تاریخی یک اثر هستن. ایشون اینقدر به جزئیات نمیپردازه ولی یک نیم نگاهی هم به وقایع تاریخی، ویژگی‌های عصر و زمانی که اون اثر در اون چارچوب به وجود اومده توجه میکنه، ولی بیشتر ایشون به اون ابعاد زیبایی شناسی اثر، مسائل گایگو تکنیکی، شخصیت اون هنرمند و انعکاس شخصیتش در اون اثر هنری تا حدی از روانشناسی اون هنرمند توجه میکنه و این جنبه ها بیشتر برای او مورد توجه هستن. یکی از باز نکات جالب این اثر این هست که برخی از شخصیت های مهم در تاریخ هنر رو خیلی زیبا آثارشون رو توصیف میکنه، اون ظرایفی که در کار اون هست توصیف میکنه. اجازه بدید دو قسمت رو خیلی خلاصه من خدمتتون بخونم. بخشی که در مورد رامبراند و ونگو که اصلا انتخاب کردم خدمت شما که چقدر زیبا ایشون داره سبک رامبراند رو توصیف میکنه، از صفحه 410 کتاب، 410 و 12 کتاب در مورد رامبراند متنی است که من خدمتتون میخونم. به تصویری از رامبراند، به یک سلف پورتره از رامبراند اشاره میکنه آقای گامبریج و توضیحش میده در صفحه 273 کتاب، این باز میخوام صفحه 411 کتاب، این سلف پورتره رامبراند هست، یکی از آثار خیلی معروف رامبراند هست که در اواخر زندگیش رامبراند این تصویر رو کشیده، یک سلف پورتره است و در مورد چین تو میگه شکل 273 چهره رامبراند را در سالهای سالخوردگی نشان میدهد. چهره زیبایی ندارد و محققا هیچگاه در صدد پوشاندن زشتی صورت خود بر نیامده است. او خیشتن را با نهایت صداقت در آینه مینگریست و به خاطر همین صداقت است که پس از لحظه‌ای که از دیدن چهرهش میگذرد دیگر زشتی یا خوشقیافگی او برای ما مطرح نخواهد بود. چهره‌ای که او در این تابلو می‌بینیم، چهره‌ای که از او در این تابلو می‌بینیم، چهره یک انسان واقعی است. هیچ اثری از حالتگیری و هیچ نشانه از نخفت در آن دیده نمی‌شود. فقط نگاه نافذ نقاش را می‌بینیم که ریزنقش‌های چهره خوشخیش را می‌کاود و می‌خواهد هرچه بیشتر به رازهای نهفته در سیمای آدمی پی ببرد. اگر این استدراک عمیق رامبراند نمی‌بود، هرگز نمی‌توانست تابلوهای عظیم خود را بکشد. و باز در صفحه 413 در مورد رامبراند آقای گامبریج اینطور میگه گویی رامبراند نظیر شکسپیر توانسته است به زیر پوست انواع آدمیان نفوذ کند و پی برد که آنها در هر وضعیت معینی چگونه رفتاری میتوانند داشته باشند. همین نبوغ است که موجب میشود تابلوهایی که رامبراند از داستانهایی که داندست کشیده از آنچه قبلا ساخته شده است متفاوت باشد و بعد میپردازه به نقاشی‌های رامبراند در زمینه کتاب مقدس. متن دیگر هم خیلی سریع خدمتتون میخونم، توصیفی از کارهای ون گوگ، این نابغه بزرگ باز تاریخ هنر، از صفحه 536 خدمتتون متنی رو قرائت میکنم در مورد هنر ون گوگ. بعدی است که بازنمایی صحیح دلمشغولی اصلی ون گوگ نبود. او از رنگ‌ها و شکل‌ها برای بیان احساس خود درباره اشیایی که می‌کشید و احساسی که می‌خواست دیگران درباره آنها داشته باشند استفاده می‌کرد. ون گوگ با آنچه واقعیت سه‌بعدی می‌نامید، یعنی عکس‌برداری دقیق از طبیعت، واقعی نمی‌نهاد.
بر وفق هدف خود اشیا را مبالغ‌آمیز می‌کشید یا حتی ظاهر آنها را تغییر می‌داد. بدین ترتیب ون گوک از راهی متفاوت به همان نقطه سرنوشت‌سازی رسید که سزان در همان سالها خود را در آن احساس می‌کرد. هر دو آگاه و دانسته با قدم‌های استوار از هدف نقاشی به عنوان شبیه‌سازی طبیعت فاصله گرفتند، البته با دلیل متفاوت. چقدر زیبا اون فضای اصلی حاکم بر کارهای ون گوک و روح کارهای ون گوک رو می‌بینیم آقای گامبریج توضیح میده. پس خواندن این کتاب بسیار زیبا و لذت بخش رو تاریخ هنر رو به شما عزیزان پیشنهاد می‌کنیم. بسیار خوب، برنامه امروزمون به پایان رسید. تا فرصتی دیگر شما رو به دست خدای مهربان می‌سپاریم.